سلام سلام بگیم موجودی، من پایره هستم و اینجا سری هاردکور پایرو. تا اینجا تو سری هاردکور خیلی کار کردم، چادر ساختم، درخت ساختم، پل ساختم و حتی بیسم رو توی جنگلم ساختم. درسته کارم راحت شده، ولی از این بعد قراره چالش بازی بیشتر بشه. پس با من همراه باشید با سری هاردکور پایرو. شما زندانی من هستید، شما ویلیجر زندانی من هستید. البته من جادوگر خوبی هستم، قرار مداواتون کنم. چرا فکر کردی من جادوگر بدی هستم بچه ها؟ فکر کردی واقعا من جادوگر بدی هستم؟ آخه کلاه منو نگاه، آخه به من میاد اصلا. نه سکوی نمو عجیبه این، من کلاهمو بر نداشتم. اوه اوه سبکو میده. این لایه روی کلاه من هنوز نرفته، وقتی که من کلاه جادوگریمو پوشیدم برای همین اینجوری دیده میشه. البته ببخشید الان سه بودی دیگه نیستش، این مده نمیدونم چرا کار نمیکنه. آره من دوتا ویلیجر پیدا کردم، اولی که اسمش زیزی هستش توی این پایین پیدا کرده بودم و تونستم با ریل بیارمش بالا، خیلی راحت بود اتفاقا، زیادم سخت نبود، تونستم با همین ماینکارت با فرنس راحت بیارمش این بالا. و اون یکی رم وقتی که داشتم همینو به جاش منتقل میکردم بیرون یه صداهایی اومد، اولش کردم نوش نوش هستش که صدای زامبیا رو در میاره، ولی نه دیدم که واقعا یه صدای زامبی واقعی این بیرون هستش که و داشت صدا میزد که بیارمش داخل. آره منم آوردمش. و خلاصه من الان دو تا زامبی ویلیجر دارم که باید مداوا بشن که بتونم ازشون وسایل بخرم، مخصوصا کتاب مندینگ. آره من واقعا کتاب مندینگ میخوام. تلا کجاست؟ تلا ولکن اصلا گلدن اپل دارم دیگه. حالا به علاوه تلا باید یه پوشن بسازم، پوشن هم باشی چه من وسایل دارم ای خدا. پوشن بذار اولا یه شیشه بسازیم، بعدش هم اسپایدر آی لازم داریم. اسپایدر آی های من کجاست؟ من داشتم و مطمئنم داشتم. اینا هاش وسایلش خودشم، یه دونه قارش، یه دونه اسپایدر آی و یه دونه هم شکر. من شکر میخوام، شکر به خدا داشتم و من مطمئنم یه چی داشتم. یه خبر بد، شاید اصلا هیچی ندارم من کلن نیشکر شاید نداشته باشم. این خیلی خیلی بده، من فارم نیشکر چرا نزدم؟ خیلی یهویی شده، ولی من الان مجبورم یه فارم نیشکر بذارم، چون واقعا هم به کتاب احتیاج دارم هم به یه دونه شکر. نمیدونم کجا گذاشتم این همه نیشکر رو، واقعا استفاده کردم همه اینا رو فکر نکنم. خب من بین اپیزودا سعی کردم که یک کم این محلی که قبلا دوش زندگی میکردم بیشتر، چون اینجا چادر داشتم، رو یک کم سر و سامون بدم و به به. البته الان بارون میباره، ولی شما سعی کنید ببینید اینجاها رو واقعا خوشگل کردم و اینجا یه مسیر زدم به سمت این معبد شیطانی و واقعا بیوتیفول شده اینجا. از این گلهای ازلیا استفاده کردم، از کدوها استفاده کردم برای روشنایی و خلاصه یه سرسامی دادم دیگه. اون جاهایی هم که میبینید روشن کردم و به اینم فکر کردم که شاید بهتر باشه از این گلوبری ها هم روی درخت ها استفاده کنم. کم اینجا دور بزنیم، خودتون میفهمید دیگه، من بالا کلن تقریبا همه جا از اینا گذاشتم، روشن شده. اینجا بامبو کاشتم و درخت رو هم تقریبا تموم کردم، فقط اون چیزایی که قرار آویزون کنم مونده که اونم بهش میرسیم. خلاصه ببخشی که من چند وقت نبودم، ولی الان واقعا قراره یکم بهتر کار کنم توی ورلد هاردکورم. و آره اینجا بارون نمی... بعد اینجا رو چرا خالی گذاشتم؟ از اینجا آب میچکه. خب خدا رو شکر اینجا دیگه آب نمیچکه. خب خلاصه اینجا خیلی باصفا شده، من عاشق اینجا، هی میخوام بیام اینجا. و به همین فکرم افتادم که شاید بهتر باشه فارم نیشکر رو همین جاها بذارم. دو تا جا دارم، یکیش که میره اینجا زیر زمین. خب فارم نیشکر رو احتمالا باید زیر زمین بسازم و با پیستونا دیگه. و یک طرف هم اینجا هستش که میتونم اینجا یک
جایی کوچیک درست کنم که فارم نیشکر خلاصه بزنم، چون واقعا قرار لازم بشه، مخصوصا اگه برم به اند و الایترا بگیرم قرار با فایر ورک زیاد این بر اون بر برم. اینجا شکر داشتم و ولی به همچنان میخوام فارم نیشکر رو بزنم. خب برای اینکه فارم بزنم مقدار زیادی پیستون لازم دارم و شاید یک کوچولو هاپر لازم داشته باشم. فارم زیاد بزرگی نمیخوام درست کنم. خب بعد اون جاهایی که پیستون میزنن باید زیاد باشه که نیشکر کلی جمع بشه. با اسلایم نمیتونم بسازم، آره با همین پیستون ها فکر کنم راحت تر باشه. خب من اینجا رو کندم. خب از این راه روی که میومد اینجا تصمیم گرفتم دیگه از این یکی استفاده کنم، چون که راحت تر هستش زیر زمین فارم بزنم. و در سرم پیشم اینجا یه غاره خیلی کوچیک هست که اونجا تموم میشد. ابزرور هم یکم درست کردم. باید فکر کنم پیستونا پایینا باشن. خب اگه تا اینجا بچینم، خب اگه دو طرف بزنیم اینجا جایی هستش که شوگرکن روش میکنه، اینجا واتر استریم میذاریم و بالاش هم آره باید وال بذارم. پس اون یکی ها رو اینجا میذارم در واقع. ببینم چند تا میشه کلن هستن. آره بکنم اگه اینجا رو پر کنم خیلی خوب میشه. 4 تا اینم از این ورشو 20. خب هر طرف 10 تا گذاشتم و بالای هر کدوم از اینا هم باید ابزرور بذارم. فکر کنم از این طرف ابزروره. آره از این طرف. و پشت پیستونا هم یه دونه بلوک میذاریم و بالای پیستونا هم ردستون. اینجوری اگه اینجا شروکن روش کنه اینا همشون هل داده میشن. خب این طرف رو کلن تموم کردم، این پشتم درست کردم، این وسط وال گذاشتم و پشت همه این بلوک هایی هم که خاک هستن آب گذاشتم که شروکن رو روش کنه و اگه حتی یکیشون بزرگ بشه بقیه رو همشون رو چیز میکنه. بعد یکم مونده اینجاها رو یکم خوشگلتر کنم و یک دونه اینجا هستش، یه دونم اینور بسازم، یه دونم اونور بسازم، یه 3-4 تایی شاید بشه. خب چون فکر نکنم به این اندازه کم باشه که یه مشکلی نه بچه ها یه مشکلی بذار نشون بدم. یه بلوک پایین تر ساخته. آره باید یه بلوک برم بالاتر. من شاید خنگم. بچه ها من باز تو ساخت ساز یکم زیاده روی کردم، نمیدونم این یه عادت بد من هستش چون اینو ننداختم اینجا بیدم و این رفتم اینجا رو ساختم دیگه. نتونستم بیشتر از 2 جا بسازم. خب حالا 2 جا هم نیستش دقیقا. خب 10 تا این طرف، 10 تا این طرف، 10 تا اون طرف، 10 تا میدار، 40 تا پیستون، 40 تا ابزرور. خب دیگه فکر کنم به اندازه کافی هستش که اینا رو پر کنه و یه مقداری از اینا هم بر میدارم. خب الان 1.5 استک شوریکن دارم. من اینجا هم یک دکور خیلی کوچولو زدم و از این بعد قرار این فارم کار کنه و کلی شوریکن به من بده. و فکر کنم اگه به اندازه کافی بتونم اینجا افکا وایسم راحت به من کلی شوریکن به اندازه خودم میگیری میده دیگه. من چند نفر هستم که آخه چقدر قرار کاغذ اینا لازم من بشه. بیاید اینجا ببینم، من به شما اپل میدم بگولید. خب اولا پوشن که به هر دوتون برسه. چجوری بدم هر دوتون برسه؟ این بسر فکر کنم بندازم هر دوتون بگیرید. بخور بخور. حله حله حله. من اینا رو الان درمان میکنم. خب و حالا نمیدونم اینا خودشون شغل دارن، اگه شغلشون رو از دست بدن و من میتونم ازشون کتاب بگیرم. از یکیشون میخوام مندینگ بگیرم، شاید از دومی کتاب نگیرم، همینجوری یه شغلی بهش بدم که نمیدونم. من امرالد زیاد ندارم راستش. آره من امرالد ندارم، باید یه جوری هم امرالد به دست بیارم و فکر کنم چی بهش آن. خب اون یکی هم فکر کنم اگه کاغذ بخره خیلی خوب میشه. من فارم کاغذ الان ساختم دیگه، الان فارم کاغذ ساختم، پس به راحتی میتونم کاغذ بهشون بفروشم. و اون یکی هم آره سعی کنم همون کتاب فروش باشه که بتونه کاغذ بخره. علاوه بر اون امروز روز 500 از دنیای ماینکرافتی من هستش. صبح شده، آره داره صبح میشه، بریم بیرون. خب ببینید 500 که نه ببخشید 471 روی تایتل زدم 500 و توی این 30 روز قراره من آماده بشم که برم با اندر دراگون نبرد کنم. اون از کتاب مندینگ. خب من
سعی هم میکنم که یه کتاب آمبریکینگ بگیرم که اینا رو نگه دارم برای اولین الایترا. بعد کاغذم دارم، یه کوچولو گامپادرم دارم، باهاشون میتونم راکتم بسازم که اگر خواستم برم به NCTR راحت بتونم برگردم، چون که نمیتونم خودم بکشم که برگردم. جدا از اون، برای اینکه به خود پورتال برم لازمه که اندرپل بگیرم و بلیزراد. سلام، به اینجا داداش من ببین زیادی طلا ندارم، چیز خوب بده ها، چیز خوب نزنی شمشیر من با صورتت ملاقات میکنه. فقط یه نفر بلکن خدافز با شما خدافزی میکنیم. اون بر چند نفر هستش؟ چیز خوبی هم ندادی که، بلکستون دادی. نه اینو باید بکشم. نزدیک بود. یس ام گود. بیایید اینجا داد. باید از دست این خلاص بشیم. شرط و پرت میدید فقط. اگه از دست این خلاص میشدم خیلی خوب میشد. کلا بچه ها درد سرم. آفرین. ببین اینجا تله بود. خب تو هم متاسفانه اونقدر خنگی که اونجا افتادی مثل من. و بیایید بیاید اینجا، بیاید اینجا، بیاید اینجا، بیاید اینجا، تله ها رو بگیرید، آیتم های خوب بدید. اولین اندر پرلا. خوبه. نه همش همین. 7 اندر پرل گرفتم. مثل اینکه باید روش سنتی برم اندرمن بکشم. متاسفانه شما نمیذارید من از اینجا برم. بجنگید. بیا اینجا ببینم. آره. ببین زیاد نمیتونی به من دمیج بزنی، پس بی خیال شو کلا. آره این بار دیگه واقعا یکم بچه. اوکی، بوکچاپ خوبه، یه جنگ قرار به درد بخوره. بچه ها من هرچی گشتم نتونستم توی ندر وارد فارست پیدا کنم، چون توی وارد فارست خب اندرمن پیدا میشه و کشتنشون راحت تر میشه، ولی کلن اطراف ما هرچی که گشتم نتونستم پیدا کنم. برای همینم آره دیگه مجبورم همینجا دنبال اندرمن بگردم. امیدوارم که زیاد خطری نباشه. این توتمی هم که دستم هستش قراره توی جنگ با اندر درگون به درد بخوره. لازه یه دونه هم ندارم، دوتا دارم توتم و خیلی خوب هستش، هر دوشون پیش خودم نگه میدارم. امیدوارم اینجا شیلد ندارم. اخ شیلد ندارم. داره صبح میشه، نه خوب نیست. یکی دوتا اندرمن پیدا کنم بسه ها. نمیدونم، خودم فکر نکنم زیاد اندرپرل داشته باشم، ولی سعی میکنم بازم بگیرم. از درد سرهای الکی دور بشم. شبا واقعا خطرناکه. توی جنگل هم هستم. اندرمن ها کجایید؟ یه دونه اندرمن هم ندیدم آخه. او مای گاد، فکر کردم جنگنده اومده. من میخوام شما رو شکار کنم. راستی من میخوام من شما رو لازم دارم. بیایید پایین ببینم. من شما رو لازم دارم. من با شما میخوام پوشن درست کنم. بمیر. بعد یکی تونم بمیره بسته ها. حله. یکی کجا رفتن؟ مردن؟ آیا میدونید من چرا این پایین رو ساختم؟ این در واقع زیرزمین خونه رو ساختم. در واقع اینجا رو ساختم که آزمایش کنم و کار جادوگری انجام بدم. بله، اینجا میخوام یه دونه پوشن میکر درست کنم. در واقع پوشن میکر یه سیستمی هستش که خودت انتخاب میکنی چه چیزایی داخل بروینگستن بره و خودش اتوماتیک برات
یه دونه پوشن بسازه، چند تا پوشن بسازه، و دیگه لازم نباشه که هر بار آیتما رو داخلش بذاری، خودش به ترتیب اون آیتما رو داخلش قرار میده و کارتو راحت میکنه. بذارید بهتون نشون میدم چجوری کار میکنه بعد اینکه ساختم. برای اینکه این فارم ساخته بشه به این وسایل نیاز داری: 25 تا هاپر، 33 تا ردستون تورچ، 19 تا آیتم فریم و 16 تا از این وسایل ها: ریپیتر، کامپرتر، ردستون لمپ، باتن یعنی دکمه، 16 تا هم دراپر، 7 تا چست، 2 تا پله، 2 تا ردستون، یه دونه برونگی صد و یه دونه هم شیشه. دو استک هم بلدینگ بلاک لازم داریم، 16 تا هم بلوک موقت. من لینک ویدیو این فارمی که قرار بسازم رو هم توی قسمت توضیحات میذارم و همچنین خودم هم اینجا یه توضیح مختصری میدم در مورد ساختش. سعی کنم شما هم تبدیل شدید. لباس جنگلی دارن. تازه شغلم نگرفتم متاسفانه و الان مجبورم که بهشون شغل بدم. بعد همون پشت بکنم و بهشون شغل بدم دیگه، اینجوری راحت‌تره. اینجا رو یه کوچولو بزرگتر کردم که این فرما بتونم جا بدم. البته دیگه کوارتزم تموم شد، بعدم باید دوباره برم جمع کنم. برای اینکه این فرما بسازیم تقریبا 23 تا بلوک لازم داریم، در طول 23 تا بلوک قرار ساخته بشه. و بیایم این طرفش، از سمتی که قراره این فارم رو بسازیم، اینجا آخرین بلوکی هستش که قرار بگیره. برای همین از چند این سمت رو میکنیم، سه تا بلوک میریم این ورتر و یه دونه چست میذاریم. این چست رو راحت میتونید باز کنید، حتی اگه بالاش یه دونه شیشه باشه. پشت شیشه و پشت چست یه بلوک پایینتر رو میکنید و یه دونه ردستون تورچ قرار میدید. اینجا به سمت این چسته یه دونه هاپر میزنیم و بالای هاپر هم یه دونه برینگ سند میذاریم. به سمت برینگ سند هم دوباره از این سمت یه دونه هاپر، از این سمت هم دوباره یه دونه هاپر میذاریم و به این هاپری که روبروی شیش هستش یه دونه هاپر دیگه بس میکنیم و میاییم این ور. اینجا که این رو اشتباه گذاشتم، اینجا باید ردستون باشه. این دوتا رو هم ردستون میذارید همینجوری، اینجا رو پر میکنید، اینا بیلدینگ بلاک هستن. بالای اونجایی که ردستون هستش یه دونه بلوک میذارید و من اینو یادم رفت بگم، ولی یه دونه باید لیور اونجا بذارید. درست میکنم و میذارمش همینجا. اون دوتا هاپری که به سمت برینگستن اینجوری واردش کردید رو اینجا باید دو هاپر دیگه هم اضافه کنید که به این شکل هستن. اون هاپر دومی که اینجا هست یه هاپر به سمتش میزنید و این که الان به سمتش زدیم هم یه دونه هاپر به این شکل میزنیم و چستامونو برمیداریم. یه دونه چست اینجا، یه دونه چستم اینجا، دابل چستش میکنیم که از این بر راحت تر در دسترسی داشته باشیم به اونا. یه دونه بیلدینگ بلاک به فاصله یه بلوک اینجا میذاریم و بالاش هم یه دونه هاپر. خب هاپر رو به این شکل قرار میده، بالاش وای میسه اینجا میپرید و هاپر به سمت پایین قرار میگیره و بالای برونگستند اون جایی که میبینید زرد رنگ هستش هاپر رو بزنید. دقیقا بالای برونگستند میتونید یه دونه هاپر بذارید و به سمتش هم یه دونه هاپر دیگه و یه دونه هاپر دیگه هم بالای این دراپر میذارید که به سمت هاپر بعدی باشه. قرار 16 تا از این مدل ها بسازیم و اینجوری هستش. یه دونه بیلدینگ بلاک اینجا میذاریم، بالاش یه دونه دوباره دراپر و اینجا هم یه دونه هاپر میذاریم به سمت همین هاپر دیگه اگه بتونم. اینجوری. و الان خب اینجا یه دونه ردستون لمپ جلوی همین هاپر میذاریم، بالاش هم یه دونه بیلدینگ بلاک و این پایین یه دونه بلوک موقت نه، از این بیلدینگ بلاک رو میذاریم و اونجا باید خالی باشه. و به این سمت من الان اینجا راحت تر میتونم بسرم چون پشتش دیوار هستش، ولی اونجا یه دونه فاصله میدیم، یه دونه بلاک اینجوری میذاریم، بیلدینگ بلاک، یه دونه بلوک فاصله میدیم، یه بلاک دیگه. ردستون تورچ رو باید اینجوری بذاریم. اون پایین یه دونه کمپرتر. خب از این سمت ببین، من به سمت ردستون تورچ نگاه میکنم، باید اینجوری باشه و اینجا هم باید یه دونه ریپیتر بذاریم. من الان دو تاشو ساختم، الان 10 تا دیگه هم باید بسازم. 12 تا باید یه سمت باشه، 4 تا هم باید یه سمت باشه. این دکمه رو یادم نره. بعد از اینکه 12 تا رو ساختیم میایم اینجا این بلوک ها رو میذاریم. یه دونه اینو نمیتونم بذارم اینجا، اینجا و اینجا. خب اینجا هم یه کوچولو خوشگل‌تر میکنیم. بعد دوباره 4 تا مدل از اینا میسازیم. آخرش بهتون میگم چرا اینا رو ساختیم.
چرا اینجا فاصله گذاشتیم در واقع؟ حالا هاپررم به اون سمت. خب اینم از این تقریبا الان تموم شده، فقط روی این چست آیتم فریم من گذاشتم، پشت این دراپر هام آیتم فریم گذاشتم و وسایلی که قراره داخل پوشن بره رو هم داخلش گذاشتم. این چست اولی رو باید از این واتر باتل ها بذارید، خب چست دومی رو هم از این بلیز پادر ها بذارید. اینجا هم جایی هستش که قرار پوشن ها تحویل داده بشه. اون مواد اولیه‌ای که لازم هستن برای پوشن درست کردن به این ردیف، اولین ردیف قرار میگیرن و این چارتا هم اون مواد ثانویه که بعدا مثلا زمان پوشن رو زیاد کنید یا مثلا از اون اسپلش پوشن بسازید یا مثلا قدرتش رو زیاد کنید رو این طرف گذاشتیم. این آخریه هم فکر کنم دراگون برس هستش که آره دیگه الان نداریم. بعد قرار چجوری کار کنه؟ اولندش که میبینید که پر شده، خب من لازم نیستش که اول مثلا پرش کنم کلا، من فقط میام اینجا از این موادی که دارم، این چراغ نشون میده که کدوم مواد رو دارم. من مثلا میخوام پوشن استرنگ درست کنم، اولندش که چی لازم دارم نمیدونم فکر کنم از اینا لازمه. خب یه دونه اینو میزنیم، بعد مواد دومی که لازمه این هستش، بلیز پادر هستش و میخوام یه کوچولو زمانش هم بیشتر بشه، ردستون میزنم. آخرش هم میایم اینجا این دکمه رو میزنیم. تو باش. آه صداش اومد. آه فکر کنم تموم شد. اصلا تحویل نداده. تحویل بده. کلم برداریم. بذار اینا رو برداریم. مثلا لازم نداریم که. اینجا باید به سمت یک بلوکی باشه و از اون سمت بر ردستون پرچه. من چجوری برم اون پشت از اینجا میام این بر ردستون ترچ رو باید اینجوری بذاریم و بالاش دیگه فرقی نداره دیگه، این بار قرار واقعا کار کنه. خب این اینجوری آهان تحویل داده میشه. یه بار دیگه فارمو را بندازیم ببینیم چجوری میشه. اینجا هم میتونید ببندید، اینجا مثلا کرافتینگ تیبل چیزی بذارید و حالا جلوشو میگیره. اینو بذاریم اینجا، زیاد دیده نمیشه. یه بار دیگه من این بار چی میخوام؟ مثلا اینویزیبیلیتی میخوام. خب برای اینویزیبیلیتی ندروارد گلدن کرت، مدت زمانش رو هم زیاد میکنیم. الان صبر میکنیم تا اینکه پوشن ها درست بشن. پوشن ها ساخته شدن و من الان میخوام این پوشن ها رو بردارم. این بار دیگه باید این کلیت رو بزنیم که پوشن ها خالی بشه و دوباره برمیگردیم که پوشن های بعدی که قرار بسازیم اونجا قرار بگیره. بله من الان نایت ویژن ساختم، بسیار بسیار عالی، و بعدا قرار با این پوشن میکر زیاد کار کنم چون من جادوگر هستم. ممنون که این ویدیو رو تا الان بدون اسکین جادوگری من تماشا کردی. وای نه من یادم رفته بود بچه ها، واقعا معذرت میخوام. ولی خب من کردم کلاه جادوگری من کافی باشه دیگه. خب کلاه جادوگری من آیا کافی هستش که جادوگر باشم؟ اسکین هم اشتباه پوشیده بودم ولی اشکال نداره. رفتم چند روز، حالا امروز روز چندم؟ 495. خب کلن وسایل جمع کردم، هم اندرچست هم پر کردم، دو استک و 16 تا فایر بوک راکت گرفتم، 3 تا اینجا و 3 تا اینجا هم پوشن آب استوفالینگ درست کردم، پوشن آب استریکت هم 3 تا دارم، 3 تا پوشن اسپید هم گرفتم چون پوشن دیگه ای نتونستم درست کنم. میخواستم پوشن ریژنریشن درست کنم ولی متاسفانه گستیر نداشتم. حالا همینم هم بسه دیگه. دوتا هم گلدن اپل دارم. توتماندان یه دونش رو اینجا گذارم. اینا وسایلی هستش که قرار با خودم ببرم، اینا وسایلی هستش که قرار بعدن به دردم بخوره. اندرچست هم به اندازه کافی دارم دیگه، میتونم از این استفاده کنم. کرافتینگ تیبل هم همراه هم آوردم، غذا هم هستش دیگه، چی کم دارم واقعا. شیلد هم آوردم. اینا هم همون کارفت پامکین هستن. خب من قرار نیست از این ریسورس پک وقتی که دارم با اندر درگون می جنگم استفاده کنم، فقط کارفت پامکین هستن، گفتم شاید به درد بخورم. دیگه چیز دیگه نیستش به جز این نایت ویژن که گفتم شاید اگر استرانگ هولد جای بدی باشه و نتونم توی تاریکی ببینم از این استفاده کنم. آره سی
آها فهمیدم فهمیدم چی یادم رفته. اگر خدا بخواد و زنده بمونم و بتونم به اندر ترکم برسم از پورتال باید استفاده کنم دیگه. برای همینم با خودم ترپدور میارم. ترپدور هم آره جاش اینجاست، من یادم رفته بودم. یه چیزی هم که اضافه کنم آخر ویدیو این هستش که من قرار هستش که یک آپدیت 1.10 رو روی دنیا خودم بزنم، البته بعد اینکه اندر دراگون رو شکست دادم و کارهای لازم رو انجام دادم و دانلود دنیای هاردکورم رو هم توی قسمت کمیونیتی کانال یوتیوبم قرار میدم که اگر خواستید دانلود کنید. تا اپیزود 10 اینجا من کار کردم و امیدوارم ازش لذت ببرید و استفاده کنید و اپیزود بعد با اندر دراگون میبینمتون. خدافظ.